بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر. بنده امیر مهدی‌زاده هستم و اینجا هم استدیوی اقتصاد آنلاینه و با یک کدالنگر دیگه در خدمت شما هستیم. اما کدالنگر امروز کدالنگر 17 آذر ماه، روزی که بازار اول صبح منفی بود، مثبت شد و بعد منفی شد. اما تعداد اطلاعیه که روی سامانه کدال منتشر شد از 50 تا اطلاعیه تقریبا کمی بیشتر بود، اما سعی می‌کنیم اینجا مهمترین اونها رو خدمتتون ارائه کنیم. اما بریم سراغ اطلاعیه ها. تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده با همون نماد کباده، یه معدن سنگ سیلیسی رو، ماسه سنگ سیلیس رو کشف کرده که برای توسعه شرکت تو زیرساخت، یعنی زمینه ایجاد زیرساخت صنایع جانبی مثل تولید سازه ها، یعنی تولید سازه رو میتونه از این به بعد بیشتر و بهتر انجام بده. ظرفیت اسمی منبع کشف شده هم چیزی حدود 174 هزار تن هست و این اون چیزی هست که باعث میشه که آباده وضعیت بهتری داشته باشه. افشای الفش هست و احتمال میدیم که با توجه به اینکه الان ارزش شرکت هم بیشتر شده با این کشف، احتمال میدیم که ارزش رشد قیمتی رو هم تجربه بکنه. اما حسینا اگر خاطرتون باشه توی مناقصه شرکت کرده بود برای بندر شهید بهشتی چابهار که قرار بود تخلیه بار و اینا رو انجام بده که دو بخش هم داشت درآمدش. امروز که الان خدمتتون داریم صحبت میکنیم این نتیجه اعلام شده و حسینا تونسته این مناقصه رو پیروز بشه. از ابتدای دی ماه به مدت 6 ماه که حالا دو تا دوره 6 ماه دیگه هم میتونه تمدید بشه، قرار هست توی این بندر تخلیه بار رو اینا رو انجام بده. یه بخش ثابت درآمد 25 هزار یورویی ماهانه داره و بخش متغیری هم اگر خاطرتون باشه داشت که متأثر از حجم عملیات بود، یعنی بر اساس حجم عملیات تعیین میشد. نکته مهم اینجا اینه که این 25 هزار یورو که به صورت ماهانه هست با نرخ سامانه نیما و سامانه سنا تعیین میشه، لذا افزایش نرخ دلار روی درآمدزایی ریالی این شرکت حتما اثرگذار خواهد بود. اما بهپاک بعد کنفرانسی که برگزار کرده توی اطلاعیه‌ای که داده یه مشکلی پیش اومده، حالا سر تخصیص ارز که حالا بحثش خیلی بوده و سر تخصیص ارز سر روغن، حالا سر تخصیص ارز هم گفته ما به کندی انجام میشه تخصیص ارزمون، مشکل داریم برای واردات و ارزی هم اگر بگیریم با ارز 4200 همچنان فعلا دریافت میکنیم و برآورد مواد واردات مواد اولیه‌اش رو برای امسال، یعنی تا پایان سال مالی 99 و 1400ش رو هم اعلام کرده که امسال چیزی حدود 30000 تن واردات خواهد داشت و اگر با مفروضاتی که خود شرکت داره وضعیت پیش بره سال آتی 156 هزار تن واردات مواد اولیه رو خواهد داشت. اما اترین نخ قم پروژه افزایش ظرفیت تابندگی انواع نخهای پلی‌استر رو انجام داده، ظرفیت خودش رو 50% افزایش تونسته بده. پروژه‌اش طی 65 روز انجام شده و چیزی حدود 35 میلیارد تومان هم هزینه‌اش شده. 1300 تن در سال افزایش ظرفیت تونسته بده و این افزایش ظرفیت باعث میشه طی سال 1400 11 میلیارد تومان افزایش سوداوری داشته باشه و سود 6 ماهه شرکت هم توی سال 99 برابر با 5 میلیارد و 222 میلیون تومان تقریبا بوده که حالا احتمال میدن وضعیتش همونطور که تو اطلاعیه هم هست 1400 وضعیت بهتری رو هم داشته باشه. اما صنایع بسته‌بندی ایران فبیرا یه مسئله‌ای براش پیش اومده، حالا درگیری قضایی داره، پرونده‌ای داره که احتمال داره خط تولیدش متوقف بشه. نماد رفع تعلیق شد اما خود شرکت خط تولید احتمال داره و کاراش متوقف بشه تا نتیجه این پرونده مشخص بشه. چیزی هم که توی اطلاعیه اومده این هست که 58 میلیارد ظاهرا بایستی خسارت پرداخت کنه، اما شرکت هم اعلام کرده که در حال پیگیری موضوع هست و دعاوی حقوقش رو داره جلو میبره. اما صنایع شیمیایی سینا یه سری مطالبات مشکوک الوصول داشته برای پارسال، چیزی حدود 607 هزار درهم
بیش از 607 هزار درهم بوده از مشتریای هندیش که معادل روپیه هندش چیزی حدود 12 میلیون و 55 هزار روپیه بوده که معادل ریالی این مطالبات مشکوک الوصول هم 4 میلیارد و 183 میلیون تومان شده که این رو تونسته دریافت کنه و به حسابش توی بانک صادرات شیراز واریز کنه و چیزی هم که اعلام کرده درآمد عملیاتی هر سهم از این که این مطالبات مشکوک الوصول به دست اومده 272 ریال میشه و این رو میتونه احتمالاً تقسیم کنه اگر برنامه افزایش سرمایه از سود انباشته نداشته باشه این شرکت. اما سه دبیر توی کنفرانسی که داشته یه سوال تقریبا ازش پرسیدن و اون هم سوداوری کارگزاری مبین سرمایه است. سه دبیر اعلام کرده که کارگزاری مبین سرمایه ویژگی سال مالیش اینه که سال بعد مثلا امسال 99 1400 که بشه صورت‌های مالی 1399ش مشخص میشه چقدر سود داشته. پس اگر امسال سوداوریش رو میخوان چک کنن واسه برن صورت‌های مالی سال 98 رو ببینن که سال 98 حالا با اون شرایط بازار سرمایه سود 200 تومانی به ازای هر سهم برآورد شده که حالا احتمال داره امسال همین بیشتر بشه. اما نکته مهم دیگه اینه که تغییری توی ویژگی‌های خود شرکت اتفاق نیفتاده و افزایش قیمت سهم ناشی از عرضه و تقاضا توی بازار هست. اما آخرین نمادی که اینجا خدمتتون ارائه می‌کنیم فنرسازی خاور هست. خفنر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه رو روی میزش داره. 148% افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اصلاح ساختارهای مالی شرکت هست که حالا چندین برنامه قبلی مرور کردیم اونهایی که اصلاح ساختار مالی دارن دلایلش چیه بعضن و چرا این کار رو انجام میدن. این بود اون کلیاتی که از کدال امروز میخواستیم خدمتتون ارائه کنیم. ممنون میشیم انتقادی پیشنهادی اگر دارین به ما انتقال بدین. خیلی ممنون که به ما توجه کردید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.